سلام نازنینم، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو ویدیو امروز میخوام باهاتون راجع به جادوگرا و اتفاقایی که براشون افتاده صحبت کنم. همه چیز از اواخر قرن 15 میلادی شروع شد، زمانی که پاپ رهبر کاتولیکا به یه مردی که پروفسور الهیات بود به اسم هنری کیمر اجازه داد که جادوگرا رو پیدا کنه. این مرد کارش رو شروع کرد، ولی چون خیلی بد با شهروندای عادی برخورد میکرد، مقامای شهر رو باش مخالفت کردن. برای همین شروع کرد به نوشتن یک کتاب به اسم چکش جادوگرا. توی این کتاب گفته بود که جادوگرا افرادی هستند که به شیطان خدمت میکنن و به خاطر همین قدرت های جادویی پیدا کردن. اون گفت که زنا بیشتر از مردا جادوگر میشن، ولی مردا هم میتونن جادوگر باشن. بعدم یه سری روش برای پیدا کردن از بین بردن جادوگر رو تو کتابش گفته بود. بعد از هنری که سری افراد دیگه هم اومدن راجع به جادوگرا کتاب نوشتن که همین باعث شد که شایعه وجود جادوگرا بین مردم خیلی پخش بشه و ترس و دلهوره به دلشون بندازه. کار به یه جایی رسید که دیگه هر اتفاقی توی شهر میافتاد که مردم دوست نداشتن، مثلا اگر محصولشون خراب میشد یا یه بیماری میومد، سری میگفتن حتما کار جادوگراست و جستجوی گسترده جادوگرا شروع میشد. این وسط یه شغل به وجود اومد به اسم شکارچی جادوگر، که کار این افراد چی بود؟ کارشون این بود که بیان جادوگرا رو پیدا کنن و بسپارنشون دست افراد که اعدام بشن. این شغل اون زمان خیلی پردرآمد بوده، اینجوری که 10 برابر یه فرد عادی درآمد داشتن. پس هر کسی که می‌خواسته به هر قیمتی که شده پولدار بشه، می‌رفت سمت این شغل. تو مارچ سال 1644 یه مرد به اسم متیو هاپکینز ادعا کرد که یه روز با 6 تا جادوگر برخورد داشته که سعی کردن بکشنش. بعد از اون شکارچی جادوگر شد. این مرد فقط در عرض 3 سال 300 تا زن رو به مرحله اعدام رسوند. کارش هم اینجوری بوده که وقتی یکی به یکی دیگه تهمت جادوگری میزده، یه پول خیلی زیادی میگرفته و با شکنجه و متدای خاص خودش یه کاری میکرده اون فرد اعتراف کنه که جادوگره. جالبه بدونه توی اون زمان اگر فردی با یه شخص دیگه اختلاف داشت، مثلا با همسایش دعواش میشد یا اختلاف عقیده داشتن، سری به هم دیگه تهمت جادوگری میزدن و این مسئله که بخواد کسی ثابت کنه جادوگر نیست تقریبا غیر ممکن بوده. یکی از متدهای تشخیص جادوگر هاپکینز اینجوری بوده که فرد متهم رو مینداخته توی دریچه عمیق و اگر فرد شنا میکرده یا میومده رو آب، میگفتن حتما جادوگره، چون غسل تعمید نشده آب پسش میزنه و بدن ناپاکش رو قبول نمیکنه. بعد میگرفتن اعدامش میکردن. ولی اگه به هر دلیلی نمیومده روی آب و غرق میشده میمرده، میگفتن با یه مرگ پر افتخار مرده و جادوگر نیست. اینکه مردم از این موجوداتی که به عنوان جادوگر براشون ترسیم شده بود بترسن خیلی مسئله عادیه، ولی مسئله اینجاست که اکثر افرادی که اعدام می‌شدن اصلا جادوگر نبودن. یکی از معروف‌ترین این اعدام‌ها اعدام جادوگرای سیلم بود. اکثر محاکمه جادوگرا توی اروپا اتفاق می‌افتاد، ولی این مورد توی آمریکا اتفاق افتاد و معروف‌ترین محاکمه شد. زندگی مردم توی این شهر خیلی سخت بود. مدام در معرض قحطی و بیماری بودن و اصلاً رابطه‌شون با همدیگه خوب نبود. حالا همه اینا کم بود، توی سال 1692 یکی از سرترین زمستون‌ها که تا الان ثبت شده اونجا اومد. توی اون زمستون دو تا دختر خاله به اسم ابیگیل ویلیامز 11 ساله و بتی پریس 9 ساله شروع کردن یه رفتار عجیب از خودشون نشون دادن و پزشکا به جای اینکه بیان دلیل بیماریشون رو پیدا کنن، گفتن که این دو نفر توسط شیطان دارن کنترل میشن و جادو شدن. خب اون شهر خیلی کوچیک بود و خیلی زود شایعه جادو شدن اون بچه‌ها توی شهر پیچید و یه سری بچه دیگه، دقیق‌تر بخوام بگم 12 تا بچه دیگه، این عوارض از خودشون نشون دادن. اونا بدناشون رو یه جوری تکون میدادن، تشنج میکردن و میگفتن که بدنشون سوزن سوزن میشه. 4 تا از این بچه‌ها 3 تا زن بومی اونجا رو متهم کردن که بهشون آسیب زدن و به حرف این بچه‌ها اون 3 تا زن دستگیر شدن. سارا گود مادر دختر کوچولو که اون زمان باردار بود، سارا آزبورن زن بیوه‌ای که زیاد اهل کلیسا رفتن نبود و قبل از این قضیه از خانواده یکی از اون بچه‌ها که بهش تهمت زده بود شکایت کرده بود، و تیتوبا که برده خانواده بتی پریس همون دختر اولی که مریض شد بود.
تیتوبا اولش جادوگر بودنش رو انکار کرد، ولی بعد بهش گفتن که اگر اعتراف کنه و تقاضای بخشش کنه میبخشنش. اونم اعتراف کرد که جادوگره و گفت که سارا آزبورن و سارا گود مجبورش کردن که وارد این راه بشه. چند وقت بعد از دستگیری آزبورن توی زندان مرد و شوهر سارا گود بهش پشت کرد و اعتراف کرد که همسرش جادوگره. حد زده میشه این کارو برای نجات جون دختر کوچولوشون انجام داده، چون اونا دختر 4 ساله سارا گود رو دستگیر کرده بودن و زیر شکنجه ازش اعتراف گرفته بودن که مادرش جادوگره. سارا بچه دومش رو توی زندان به دنیا آورد، ولی متاسفانه همون موقع بچهش مرد و بعد خودش رو اعدام کردن. تیتوبا یه مدت توی زندان موند ولی بعدش آزاد شد. این سه تا زن فقط اول ماجرا بودن. یه عالمه زن دیگه دستگیر شدن که برای نجات جون خودشون به یه سری افراد دیگه تهمت جادوگری زدن. در نهایت 14 زن و 6 مرد به جادوگری محکوم شدن. 19 نفر از این افراد با طناب دار اعدام شدن، ولی یکی از این مردا رو بدنش تخته چوبی گذاشتن و شروع کردن روی این تخته آروم آروم سنگ گذاشتن. آخرش این مرد از سنگینی این سنگا له شد و مرد. هیچ کدوم از این افراد واقعا جادوگر نبودن و قربانی بی‌عدالتی و خرافات شدن. قسمت ناراحت کننده ترش اینجاست که هیچ کسی حق اعتراض نداشته و حتی اگر یکی از افراد خانوادهش رو متهم کرده بودن و ازش دفاع میکرد، اون رو هم به جرم جادوگری دستگیر میکردن. جالبه بدونید اون زمانی بیماری بوده به اسم جادو شده. اگر پزشکان نمیتونستن دلیل بیماری یه فردی رو پیدا کنن، از ادرار اون فرد و آرد گندم یه کیک درست میکردن، اون کیک رو میدادن یه سگ بخوره و اگر اون سگ هم علائمی مشابه با فرد بیمار نشون میداد، میگفتن که فرد حتما جادو شده. حالا دوتا تئوری وجود داره که چرا بچه همون علائم رو نشون دادن. اولیش ارگاته. ارگات یه قارچ سمیه که روی گندم رشد میکنه و اون زمان نمیدونستن که این قارچ سمیه. فکر میکردن این قارچ ها دونه های گندم هن که خورشید اونا رو پخته و این شکلی شدن. برای همین خیلی راحت با گندم هاشون آسیاب میکردن و مصرف میکردن. خیلی راحت این قارچ میتونه اون علائم رو برای بچه ها به وجود آورده باشه. تئوری دومم اینه که کلن این حرفای یک کلاغ 40 کلاغ مردم بوده و هیچ کدوم هیچ مشکل خاصی نداشتن. خب حالا بریم سراغ نشونه هایی که اگر اون زمان یه فردی داشت جادوگر شناخته می شد و محاکمش می کردن. شماره 1. اگر یه زنی بدون داشتن همسر یا پدر ثروتمند و موفق بوده، می گفتن حتما یه نیروی شیطانی کمکش کرده به این جایگاه برسه، پس جادوگره. شماره 2. اگر یکی خیلی فقیر بوده. خیلی ساده بخوام بهتون بگم، اگر یکی که توی محله زندگی میکرده از یه فرد بی خانمان خوشش نمیومده، خیلی ساده میرفته میگفته که این فرد جادوگره و بدون هیچ سوالی دستگیرش میکردن. شماره 3. اگر یکی خیلی پیر بوده. اون زمان به خاطر بهداشت ضعیف افراد طول عمرشون کمتر از الان بود و اگر یکی به سن پیری میرسید میگفتن که حتما نیروهای شیطانی کمکش کردن که پیر بشه، پس جادوگره. شماره 4. یه زن متأهل با تعداد بچه زیاد. اون زمان یه باور شایع وجود داشت که فقط جادوی سیاه میتونه یه زن اونقدر بارور کنه و اگر توی محله‌ای که اون زن زندگی میکرد یه زوجی وجود داشتن که بچه دار نمیشدن، زنی که بچه داشت رو به خاطر جادوگری میگرفتن، چون میگفتن که بچه های احتمالی اون زوج رو دزدیده. شماره 5. زن متأهلی که بچه دار نشه. اون زمان میگفتن کسی که بچه دار نمیشه حتما طلسم ناباروری روش داره و اگر توی همسایگیشون یه خانواده دیگه زندگی کنن که بچه دارن، هر مشکلی که برای اون خانواده پیش بیاد، مثلا بچهشون مریض بشه یا حتی یه گاوشون بمیره، حتما این زنی که بچه دار نمیشه از حسادتش اونا رو طلسم کرده. شماره 6. قبل‌تر بهتون گفتم اگر کسی شنا بلد بود میگفتن حتما جادوگره. شماره 7. اگر یکی زیر لب با خودش حرف میزد میگفتن حتما جادوگر و داره طلسم میخونه. یکی از دلایلی که سارا گود رو محکوم کردن این بود که عادت داشت با خودش حرف بزنه. شماره 8. اگر کسی حراس اجتماعی داشته باشه حتما جادوگره. خیلی ها تو سخنرانی خوب نیستن و نمیتونن جلوی جمع خوب صحبت کنن، ولی اون زمان این مسئله اصلا قابل قبول نبوده. وقتی یکی به جادوگری متهم میشده مجبورش میکردن که جلوی جمعیت که میخوان بکشنش انجیل بخونه و اگر از ترس و استرابش یه ذره توپق میزده میگفتن حتما جادوگره، چون موجود شیطانیه نمیتونه انجیل بخونه. شماره 9. اگر کسی حیوان خونگی داشت. اون زمان مردم فکر میکردن که یه سری حیوانا مثل گربه سیاه دستیار جادوگران که خودشونو به شکل این حیوان درآوردن که کسی نفهمه. اکثر اوقات اگر کسی حیوان خونگی داشت به جرم جادوگری محاکمه میشد.
شماره 10. اگر کسی روی بدنش خال بزرگ، ماه گرفتگی یا هر گونه مشکل پوستی داشت، زمانی که یکی به اتهام جادوگری دستگیر میشد، کل بدنش رو میگشتن و اگر هر کدوم از اینا رو پیدا میکردن، میگفتن که این مارک شیطان یا علامت شیطان روی بدنشونه، پس حتما جادوگرن. خب به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. مثل همیشه نظراتتون رو توی کامنت بهم بگید.